بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان، سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجایی که هستید عزیزان و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشاءالله که همیشه سعادتمند، سلامت، جانجور و تیار باشین. و همچنان شما عزیزان میدونید امروز 25 دسامبر است، مصادف با میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام، پیامبر محبت. ای روز بسیار زیبا را خدمت همه پیروان راستین عیسی مسیح علیه السلام در سر تا سر جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای همه شما عزیزان یک سال پر از خوبی و خوشی را آرزو میکنم. عزیزان و محترمان، در خدمت کارشناس محترم خانم علیزاده بزرگوار هستیم با مفصل تربیت اولاد. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار بسیار خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان خوب این برنامه، خدمت شما هستیم. تشکر از شما. خانم علیزاده، اگر اجازه بدین تا سوال امروز برنامه را با یک روایت زیبا از حضرت عیسی مسیح علیه السلام آغاز بکنیم. بینندگان عزیز، روایت شده که یک روز حضرت عیسی مسیح علیه السلام از یک مسیر گذر میکردند به همراه حواریون و دیگه همراه های خودش، و به سر راه دیدند که یک جنازه متعفن یک سگ مرده به سر راه افتاده و بسیار بوی بدی داره، یک حالت تعفن و بسیار کراهت شدیدی داره. هر کسی که از کنار امو رد شد، یک نفر بینی خود گرفت، یک نفر گفت چقدر بوی بد میده، یک نفر گفت چقدر زشت است، یک نفر گفت چه رقم تمام متعفن است، بخی حال ما به هم خورد. حضرت عیسی علیه السلام که رد شدن نگاه کردن و گفتن که بخی دندانای سفید قشنگی داشته ای سگ که حالی مرده. از این روایت زیبا بزرگان ما نتیجه میگیرند که انسان باید همیشه در هر شرایطی مثبت نگر باشه، خوبی ها را در دنیا ببینه. شاید که دنیا زشتی های زیادی داشته باشه، شاید غم باشه، شاید پلیدی باشه، اما در سختترین شرایط، در بدترین شرایط هم انسان میتونه که زیبایی را ببینه و زیبایی را درک و لمس بکنه. یک گریزی بزنم با همین روایت به بحث خودمان که تربیت اولاد از خانم علیزاده بزرگوار. گاهی اوقات میشه که اولاد انسان بسیار اولاد شوخ میشه. خب یک اولاد اولاد آرام است، یک نفر دیگه ممکن که بسیار شوخ باشه، بخی دهال نمانه دیگه، از سبا تا بگار در زدن است و نه خودم میمانه نه دیگه اولادا را میمانه، پدر و مادر عاجز میکنه. بله، این رقم اولادا هم داره. برخی ممکنه که این رقم اولاد ببینن بخی ناامید شوند. بله. و یک شعر هم میگه که ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است، تربیت نااهل رو چون گردگان برگنبد است. میگن که فایده نداره، انمی اولاد ذاتش خراب است، این بزرگ هم شوه یک کسی شوه که دنیا دسیده قراری نباشه. اما غافل از این هستیم که ما انسان ها بر فطرت الهی به دنیا می آییم. فطرت الله التی فطر الناس علیها، خداوند همه انسان ها را خوب و با یک فطرت پاک می آفرینه. و در خبر است که هر مولودی، کل مولود یولد و علی فطرته، علی الفطره، بر همین فطرت الهی همه فرزندان و همه اولاد و همه انسان ها بر همین فطرت الهی به دنیا میاند. فابواهو، پس پدر و مادرش هستند که اینها را یهودان، اینها را یهودی میکنند، یا نصران، نصرانی و مسیحی میکنند، و یا مجسان، مجوسی میکنند. یعنی اگه اولاد در هر سرنوشت گرفتار میشه، پدر و مادرش هستند که کار انجام میدن. پس پدر و مادر باید دقت داشته باشند که درسته که برخ از اولادا ذاتن ممکنه که شرورتر باشند، شوختر باشند، برخ از اولادا آرام هستند، برخ انسان ها استعدادهای ویژه‌ای دارند که برخ دیگه ندارن، انسان ها با هم متفاوت هستند. اما در نهایت تأثیر تربیت پدر و مادر بسیار بسیار زیاد است. درست است. من در برنامه قسمت اول هم خدمت شما عرض کردم که
خمیرمایه شخصیت انسان در خانواده شکل می‌گیرد و فرزندی که متولد میشه با یک سرشت پاک در هر کجای این دنیا، در هر جغرافیایی که به دنیا میاد، فرقی نمیکنه چه در اروپا باشه، چه آمریکا باشه، چه در کشورهای اسلامی باشه، با یک فطرت پاک و سالمی به دنیا میاد. بله. و این پدر و مادر هست که اولین بذرهای تربیت را در وجود از این میکاره و این بذرها میتونه خوب باشه، خوشایند باشه، میتونه ناخوشایند باشه. درست. و در برنامه های قبلی هم گفتیم هر رفتار، گفتار و عمل کرد پدر و مادر روی شخصیت از این اولاد تأثیر میگذاره و باعث میشه که اون خمیر، اون سرشت، اون کم کم شکل بگیره به سوری به سمت پاکی ها یا خدای نکرده ناپاکی ها. بله خانم علیزاده، در همین ابتدای برنامه یک اشاره بکنیم به مباحث قبلی و باز بله مباحث بعدی رو داشته باشیم، که آخرین مبحثی که شما فرمودین که بسیار بسیار هم مهم است، مسئله حمایت کردن پدر و مادر از اولاد است و اولین مسئله حمایت درون خانوادگی است. فرمودید که خانه باید مأمن باشه، یک مکان امن برای اولاد باشه، ولی متاسفانه برخ از پدر و مادرها اولاد در خانه لط میکنن، کتک میزنن، باعث میشه که خانه دیگه مأمن نباشه. یا برخی پدر و مادرها در خانه اصلا اولادا رو با هم مقایسه میکنن، یک نفر که اولاد شوختر داشت در کنارش اولاد آرامتر، دیگه خود خوب نشون میده دیگه، ای اولاد شوخ دائما میگن که سعی کو از برادرت از خواهرت یاد بگیر، چرا غم هستی تو، مقایسه میکنن اولادا رو با هم، یا سعی میکنن که ببینن این اولاد کدام خطا رو انجام میده که سری و قول مردم میگن موچش بگیره، بگه که تو دیدی این کارو کردی، و هر چقدر اولاد بگه خال یک اشتباه کردم مرا ببخشین، امورم بخشش نمیکنن. دیگه با این رفتارهایی که از خودشان نشان میدن برعکس، به جای که خانه یک محل امن باشه تبدیل به یک محل ناامن میشه که اولاد میخواد که از این خانه فرار کنم. بله دوستای عزیز، من یه اشاره در خلاصه از برنامه قبلی داشته باشم که خدمت شما از خانه و خانواده گفتیم و نقش های والدین گفتیم که اولین نقشش آموزش بود و راهنمایی که توضیح دادیم، و دومین نقش از خانواده مراقبت بود و حمایت بود. در این بخش مراقبت و حمایت ادامه گفتمان هست که در قسمت قبلی از حمایت گپ دادیم و گفتیم حمایت یا بیرون خانواده است یا درون خانواده. در درون خانواده گفتیم اولین حمایتی که والدین، پدر و مادر از اولادها دارد، ایجاد یک فضای امن در خانواده. بله. دوستای عزیز، وقتی گپ از فضای امنیشه، نه اینکه خدای نکرده امن از جنگ باشه یا امن از اینکه یک مکانی، یک چارچوبی باشه که باد و بارون باد بارون نزنه، سرما و گرما نزنه و اولاد ما در اینجا راحت بخوابه، فقط این نیست، این بخش ازی هسته. وقتی گپ از امن میزنم، وقتی گپ از امنیت میزنم، بیشتر منظور من امنیت روانی است، یعنی امنیتی که اولاد از او احساس آرامش بکنه، با شوق بیاد در داخل خانه، با شوق بیاد در خانه زندگی کنه و شب و روز خود سپری کنه. اینجا اشاره میکنیم در گپ شما که گفتین خیلی از پدر و مادرها اولادهای متفاوتی داره. در یک خانواده با یک پدر و مادر شما نگاه میکنین یک اولاد بسیار شوخ هسته، سرکش هسته، یک گپ باید 10 بار دزو بگویی تاثیر بکنه، ولی یک اولاد آرام هسته، حرف گوش کن هسته و شما گپ خود یک بار میگین، اما آموزش کلامی را در یک بار اون اولاد میگیره و آرام میشه. ببینید دوستان عزیز، وقتی طفل به دنیا میاد، قبل از او، زمانی که مادر باردار است، تمام شرایط روحی و جسمی مادر روی خلق و خوی از او اولاد تأثیر میگذارد. وقتی مادر در دوران بارداری خشونت ببینه، وقتی مادر در دوران بارداری لتوکوب شده، وقتی مادر در دوران بارداری استراب داشته باشه، قطعا تأثیر میذاره روی خلق و خوی جنین از او. و وقتی بچه با این شکل، با این روحیات مادر در دنیا میاد، انتظار نداشته باشین یک بچه آروم سر به زیر باشه و گپ شما رو گوش کنه. قطعا همچین بچه‌ای در بازی‌های خود خشونت داره، همچین بچه‌ای در رفتار خود خشونت داره، همچین بچه‌ای به آسانی تربیت نمیشه. پس ببینین هنوز در دنیا نیامده، نقش داره پدر مادر در شکل گیری خلق و خوی از او اولاد. پس برای همین است ممکنه یک مادر سر هر اولاد خود یک روحیه‌ای داشته باشه، سر یک اولاد بسیار یک محیط خانه امن و آرام باشه، روحیه شادی داشته باشه،
مادر، خب اولاد هم بسیار با یک روحیه با یک سالمی به دنیا میاد، ولی وقتی یک شرایط خانه تغییر میکنه، مادر یک شرایطی مساعدی نداشته باشه، خشونت ببینه در خانه، متاسفانه باز ممکنه یک اولادی به دنیا بیاد که بسیار با خشونت و خشونت طلب باشه، خشونت طلب و باعث آزار و اذیت بقیه اعضای خانواده باشه. شرایط اقتصادی هم شرایط اقتصادی هم قطعا تاثیر داره. حالا شرایط اقتصادی یا بگیم که خورد و خوراکی که مادر داره قطعا روی جسم از اولاد تاثیر داره، با یک بنیه سالم به دنیا میاد یا یک اولاد با یک بنیه ضعیفی، ولی آنچه که مهمتر است اون فضای روحی و معنوی مادر هست دل. که بسیار تاثیرگذار است در خلق و خوی از او اولادی که متولد می شد. پس نه این بگیم که چرا این رقم شد، چرا اولاد ما این رقم است، این مادر آرامی داشته ولی چرا اینقدر اولاد خشنی داره. شاید اون مادر خشم خود فرو خورده، شاید اون مادر ابراز نکرده و این ساکت ماندنش بد در درونش بوده و روی اولاد از او تاثیر کرده. بله، اینها را انشاءالله توجه داشته باشین. خب گپ از فضای امن گفتیم، پس فضای امنی که منظورم از خانه ایجاد کنین بیشتر اون جو آرامش همراه با یک نشاطی باشه که تمام اعضای خانواده را جمع کنند دور هم و بسیار با خوشحالی با رقبت در خانه بیاد و با خوشحالی در یک جمع خانواده حضور پیدا کنه. گاهی وقتا بعضی خانواده ها رو نگاه میکنی که وقتی شما وارد میشین مادر در یک گوشه، پدر در یک گوشه، اولاد در یک گوشه، هیچ همین فضای صمیمی رو شما در خانه درک نمیکنید متاسفانه و این تاثیر داره. اولاد نگاه میکنه با همین گوشه خود در یک گوشه افتاده و مادر در یک گوشه در مشغول کار خود، پدر در یک گوشه، ولی وقتی بعضی خانواده رو نگاه میکنی وقتی که در شام میشه همه اعضای خانواده در سر سفره جمع میشه یا دور هم میشینه با یکدیگر مشارکت داره، نظر تبادل نظر میکنه، گپ و گفت صمیمی داره. بچه‌م تو امروز چی کار کردی، چطور بود روزه؟ خب گپ میزنه مکتب خود که من امروز دم سر مکتب این رقم بود، درسای میتور شد. و یا مادر میگه خب شما امروز چه روزی داشتی، مادر گپ میزنه که یک مهمان اومد، خانه همسایه رفتیم یا فلانی اومدی، گپ از قومداری. و پدر از خان میگه که من امروز یک روزی خوبی داشتم یا یک روزی پرکاری داشتم. همه اینجا شریک میزازد گبایم دیگره و نما اولاد احساس میکنه من عضو همین خانواده هستم. دقیقاً. بله خیلی منزده باز یک مسئله جدی که من فکر میکنم که مهم است است که پدر و مادر باید اولاد خود به عنوان یک فرد عضو خانواده در نظر بگیرن. بسیاری مواقع سنمی اولاد ششته بازی میکنه، گپ پدر و مادر میفهمه، پدر و مادر میگه خواهی که بچه است نمیفهمه، طفل است نمیفهمه، و یا که اگه او یک حرف میزنه اصلا به حرفش دقت نمیکنن، گوش نمیدن که چی میگه چی نمیگه، دقت ندارن که او برای خودش یک شخصیت داره. وقتی که شخصیتش رو میشکنن دیگه از چی میمونه؟ بله بسیار امیر خم در بسیار خانواده رواج داره که وقتی پدر و مادر گپ میزنن مثلا میخواد یک تصمیم بگیره، بله. فرض کنید میخواد یک خانه بخره، با یک دیگر مشورت میکنه که چه رقم خانه با اینقدر پیسه داریم، چطور خانه بخریم، در کجا بخریم. امی اولاد که به قول شما در گوشه نشسته و یا تلویزیون خود نگاه میکنه یا مشغول مشق و درس خود است، یک دفعه که میای مگه پدر جان در فلان جا خانه بگیریم بسیار خوب است. خب ممکنه پدرش بگه بیشی بچه‌م سر جای خود، شما که از شما نظر پرسید. و این آغاز اینکه در تو سری ده بچه زده و او را من تحقیر کرده که بچه تو کاری نیستی در کنار خود بشین. ولی اگه یک پدر مادر آگاه میشه باشه، وقتی اولاد نظر میده میگه پدر جان دمی فلان جای خانه بگیریم خوبه، خب گپ هم اولاد خود گوش کنین، کار دل خود کنین. دلی. ولی گپ اولاد خود گوش کنین، باشه پسر من یا دختر من گپ تو صحیح است، ما هم سعی میکنیم که در اون جایی که شما خوش دارین خانه بگیرین، ولی اگر نه پیسه ما نکشید مجبوریم که یک جای دیگه خانه بگیریم. اول جای خوب ببینی هم گپ بچه را گوش کردی، همون در خود خوش شده که بچه خود گپ من تاثیر گذاشته و نظری از من مهم است و به او بها دادی، به شخصیت از او بها دادی و کار دل خود میکنی. شما جایی که شما دوست داری یا مثلا هر چقدر که پیسه شما میکشه اونجا خانه میخری، ولی گپی بچه را رد نکردی. و غافل هستن برخی پدرها و مادرها که از او خانه که میخرن ارزشمندتر
اولادشان بله. هست، به شخصیت اولادشان بله. هست. برخ پدر و مادر خانم علیزاده من دیدم متاسفانه که در چنین مواقعی نه تنها که به گپ اولاد خود گوش نمیکنن که شاید او را مسخره میکنن، میخندن که حالی توی قص شدی که برای از اون نظر میدیم که بله دقیقاً، یا تویش خبر نداری از وضعیت از ما که ما چرا خم هستیم در بامی پیسد در اون جایی که تو میگی مگه میشه به خانه خرید یا مثلا چی گفه میزنی، نه این رقم نباشه انشاءالله که پدر همه برنامه ها باعث شده که پدر و مادرها انشاءالله اگر اشتباهاتی داشتن انشاءالله تصحیح کنند در روند تربیت اولادهای خود و انشاءالله از این به بعد با یک آگاهی بهتر انشاءالله تربیت مؤثر سعی داشته باشه انشاءالله. بعد یک سوال دیگه هم در همین زمینه از شما داشتم، این که گاهی اوقات از اولاد ما به ویژه وقتی که مثلا از سن 9 10 11 تیر میشه به سمت نوجوانی میره، بسیار دوست میداره که در خلوت خودش باشه و یک کارهایی رو به صورت خصوصی انجام بده، خوش نمیداره که پدر و مادر لحظه به لحظه در بالای سرش باشن، عقابوری سعی کنن که چی میکنه چی نمیکنه. در مورد همه مسئله صحبت کنید که تا چه حدی پدر و مادر میتونن نسبت به حریم خصوصی اولاد خودشان اجازه بدن که داشته باشه و تا چه حد نظارت داشته باشه. دوستای عزیز ببینین، ما در بحث نظارت انشالله خواهیم رسید و اونجا یک گپار انشالله بیشتر صحبت میکنیم در موردش که حالا چون شما سوال کردین، ببینین دوستای عزیز تا زمانی که اولاد ما خورد است ما بسیار میتونیم نظارت مستقیم داشته باشیم. بچه ما جای نرو، یک کار نکن، این لباس بپوش، این لباس نپوش، خب این میشه نظارت مستقیم. بله. خب کودک هم قطعا از ما تابعیت میکنه و گپ ما رو گوش میکنه، ولی وقت اولاد ما در سن نوجوانی رسید ما نمیتونیم مستقیم دو بگیم بچه من این لباس نپوش یا این لباس باید بپوشی. او قطعا در مقابلش ما میسه مادر جان من دوست دارم، من خوش دارم این لباس بپوشم. بله. مادر جان من خوش دارم با این رفیق خوب برم بیرون. مادر جان من خوش دارم به خانه از این قوم نیام. شما مهمان هستین، جای دعوت هستین، نوجوان شما میگه من دوست ندارم، من نمیام، من خوش ندارم خانه فلان قوم خوب برم. خب اینجا وظیفه شما چیه؟ اونجا شما باید چی کار کنین؟ دوستای عزیز ببینین، وقتی که اولاد شما در سن نوجوان هست نباید دو جبهه مستقیم بگیرین، نباید امر و نهی مستقیم داشته باشین. خدای نکرده عوارض بیشتری داره و ممکن اولاد شما لش کنه، برعکس هر اون چی که شما میگین برعکس زور انجام بده. جایی که میگه شما میگین نرو او بره، بله، جایی کاری که بگین شما نکن اون دقیقاً همون رو انجام بده. پس بنابراین وقتی که اولاد به سن نوجوانی رسید به هیچ عنوان به طور مستقیم و امر و نهی نکنین، بسیار آگاهانه، بسیار محتاطانه از دور نظارت داشته باشین که این بچه ما کجا میره، با کی میره، دوستایش کی هست، در چه جایی خوش داره، با چه جایی خوش نداره، و اینها رو بسیار غیر مستقیم در دو تذکرات بدین. لازم نیست که بچه ما شما امروز کجا رفتی من خوش نداشتم، نه، بسیار میتونیم غیر مستقیم بگیم بچه ما فلان جای فلان رفیقا فلان آدم ها خوبی به نظر نیستن، آینده خوبی ندارن، شما ببینین مثلا فلانی بچه فلان که شما باش دوست هستین به نظر من مناسب نیست، شما مثلا خیلی باهوشتر از این هستی، خیلی زرنگتر از این هستی، دوربر خود نگاه کن بچه، من تو اعتماد دارم، من میدونم تو بچه خوبی هستی، پس بنابراین یک دوستایی داشته باشم رقم خودت خوب باشه، باعث پیشرفت از تو باشه، باعث باشه که شما در همین مسیر خودت انشاءالله بهتر و بهتر شوی، ولی به نظر من با همین رفیق که شما رو میرین این شما رو از این مسیر باز میداره، یا تو دست از او رو بگیر او رو بکش بالا، اگر میدانی که نمیشه رها کن، حداقل خودت اونجا نرسی. بسیار خیلی غیر مستقیم و خیلی دوستانه با اولاد خود گپ بزنید. باید خودت بدانید دیگه، یعنی راهنمایی رو نکنید. راهنمایی میکنید. انتخاب آخر بر عهده خودش میگذارید. اگه فلان جا بری با فلان کس بری این میشی. اگر با فلان جا بری با فلان کس این میشی. دیگه انتخاب با خودت. آینده خود است بچه من، هوشیار شدی، من به عنوان پدر و مادر راه اینو میرم به تو میگم و راهنمایی میکنم، دیگه خودت میدانی و خودت دست. خب اینطوری باعث میشه که اولاد کمی ان شاء الله در باعث کنه که به شخصی احساس شخصیت کنه و ناراحت نشه تذکرات مستقیم شما. بله خب اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببریم باز ادامه بحث را در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 عزیزان پول ارتباط است بین ما و شما، و شما بزرگواران میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با برنامه خودتان برنامه روشن رو در تماس شوید. اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه از کارشناس محترم برنامه دارید بسیار بسیار
خوشحال میشیم سوالات شما رو ببینیم. قطعا سعی میکنم در این برنامه یا در برنامه های هفته آینده حتما به سوالات شما عزیزان پاسخ بدم. یک میان برنامه کوتاه را ببینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران. شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم. مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد. چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. خدایا خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشیده‌ای مرا رها ساز، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان بینندگان محترم. شما عزیزان بیننده برنامه روشنا هستید و همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم علیزاده بزرگوار هستم. قبل از اینکه خانم علیزاده ادامه بحث را با شما داشته باشیم، بینندگان محترم شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 شماره تماس برنامه روشناس شما میتونید که اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید از طریق واتساپ برای از ما روان بکنید. در فضای مجازی هم میتونید که کامنت بکنید. در لایو فیسبوک هم برنامه به صورت زنده پخش میشه، میتونید که نظرات و سوالات خودتون را کامنت بکنید. در دیگه فضاهای مجازی یوتیوب، آپارات و دیگه فضاهای مجازی هم حضور داریم و میتونید که سوالات خودتون را برای از ما بفرستید. قبل از اینکه ادامه برنامه را در خدمت کارشناس محترم برنامه باشیم، شماره مثبت 9370 چهار شماره آخر 28-85 یک سوال را برای از ما فرستاده بودید که به صورت خصوصی برای شما به سوال شما جواب داده شد و لطفاً پیوی خودتون را چک کنید. شماره مثبت 93-79 و چهار شماره آخر 74-09 التماس دعای مخصوص داشتن برای رفع گرفتاریشان. ما برای شما و برای همه بینندگان محترم، برای همه مسلمان و مسلمات دعا میکنیم انشاءالله که خداوند مهربان گرفتاری را از همه مسلمانان رفع بکنه. الهی آمین. خانم علیزاده در ادامه بحث در خدمت شما هستیم. مبحث مراقبت و بله. حمایت. بله. دوست ببینید حمایت و یا مراقبت رو ما در بحث مراقبت داخلی رو گفتیم، حالا بیایم همین حمایت بیرون از خانواده چه قسم باشه. گاهی وقت دیدین خانم اینه که یک پدر و مادری که در بیرون در یک مهمانی جایی هست، بچه خود صدا میکنه مثلا نامش محمد است، آقا محمد بخیز که بریم خانه دیر شده. همین صدا کردن شما با لفظ آقا محمد
آقا رضا باعث میشه تمام اون جمع به بچه شما با یک دید احترام نگاه کنه و به بچه شما، اولاد شما، یک احساس عزت نفس، یک احساس اعتماد به نفس پیدا کنه، ارزشمندی پیدا کنه. پس بنابراین اگر خانواده در جمع بیرون، در داخل که بماند، در بین خود، در جمع بیرون از خانواده، در جمع مهمانی ها، مراسم هایی که هسته، با اولاد خود احترام آمیز صحبت کنه، گپ بزنه، صدا کنه اولاد خوده، یه اولاد هم احساس اعتماد به نفس میکنه و دیگران هم نگرششون در مورد اولاد شما یک نگرش مثبت است، یک نگرش احترام انگیز است که با اولاد شما با عزت، با احترام گپ بزنه. ولی بس پدر مادرها بخیز بچه این بریم به خود کرد اینجا هستی، خب یا با یک لحن بدی گپ میزنه، خب بقیه هم انتظار نداشته باشین که اولاد شما، وقتی که شما به عنوان پدر و مادر اینطور اولاد خود صدا میکنین، انتظار نداشته باشین که از طرف دیگران اولاد شما عزت و احترام ببینه. پس اولین مسئله در حمایت برون از خانواده احترام گذاشتن به فرزندان خود است، چه در جمع درون خانواده، چه در جمع بیرون خانواده. دومین مسئله دفاع از حقوق فرزندان است. من یک مثال عرض میکنم خدمتشون. مثلا زهرا خانم در مدرسه خود با معلم خود گپ و گفتی کرده، معلم در داخل کلاس سر از زهرا خانم یک صدای بلند کرده و بسیار باعث تمسخر از او شده که کل کلاس از زهرا خانم خنده کرده. خب زهرا با چشم گریان میره خانه پیش مادر خود شکایت میکنه که مادر جان، همین روز در مکتب معلم سر کلاس سر سینف بودیم و بسیار مرا تمسخر کرد، من فلان چیز یاد نداشتم و کلگی سینف خنده کرد سر از من. خب ناراحت شده، دختر گریه کرد اومده. این مادرها به تفاوت نباشه، پدر و یا مادر باید از حق فرزند خود دفاع کنه. مادر زهرا فرداش میره مدرسه با اون معلم زهرا گپ میزنه که چرا اولاد من دیروز در سر کلاس باعث تمسخر شده و باعث شده که دیگران دو خنده کنه و بسیار باعث ناکامی از شده و گریان اومده خانه. اینو پیگیری کنه یک مادر خوب، نه اینکه اگر رها کنی و باعث بشه چند بار اولاد تو بیاد خانه شکایت کنه و بگی بچه من خیر است، بچه من چطور است، اینو پیگیری نکنی، کم کم اولاد فکر میکنه که ما باید سرخورده باشیم، ما باید من هر چی دلش میخواد بگه، چون کسی هم که نیست حمایت کنه دیگه پشتگرمی نداره. ممکن است از مدرسه دل زده شوه، از درس دل زده شوه، ممکن است که پرخاشگر شنه و ممکن است بسیار منزوی و ساکت باشه که از حقوق خود دفاع ندانه. پس یکی از حمایت هایی که در درون در بیرون خانواده است، حمایت کنین از فرزندان خود زمانی که اونها دچار مشکلات هستن، پیگیری کنین مشکلات از اونها. و یکی دیگر خانم اینجا همه حل تعارضات هست. بسیار ما در خانواده خب 5-6 اولاد الحمدلله هست، خب اینا ممکنه بین خود درگیری داشته باشه دیگه، ممکنه بین خود مشکلات لفظی داشته باشه، گپ و گفت داشته باشه، درگیری مخص پسر باشه جدا کنه دختر باشه، یا ببیشه اولاد از من با دیگه دوستای خودش در سن یا با مکتب دست. بله در چی در درون خانواده بین خواهر و برادرها و چه اینکه در سن در مکتب خود درگیری داره یا با در بین فامیل ها وقتی که به قول شما در جمعی میشه، مهمانی میشه، اسباب بازی خود نمیده یا اسباب بازی طفل دیگر رو میگیره با خود میاره، این تعارضات هست، یعنی کشمکش ها هست. اولا که یک غیر طبیعی نیست بخواب بگیم که وای چرا اولاد ما این رقم هسته، چرا با همه جنگ میکنه، نه، زاد کودک است، بالاخره درگیری ها رو داره، چه در خانه بین خود و چه در بیرون خانواده. ولی فهمه که چی رقم همی تعارض و یا همین اختلاف حل کنی، این در پدر و مادر برمیگرده. هر رقم که شما در خانه خود، در مکان زندگی خود بتونین اختلافات را حل کنید، چی بین خود با شوهر خود، چی بین بچه های خود، بین اولادای خود، همین حل تعارضات را حل کنید، قطعا در بیرون هم اونا میتونه راحت تعارضات و یا همین مشکلات خود را حل کنه. و چه قسم، یک مثال میزنم، مثلا پدر و مادر در خانه در سر یک مشکلی با هم مذاکره میکنه، بالاخره نزاع داره، خب اگر پدر صدای خود بلند کنه و بگه امی گپی از من، همین چیزی که من گفتم، کسی حق نداره روی گپ من گپ بزنه، خب این باعث میشه که اولادایی که در مشتکای دور بر نشستم، اولادا که گوش کرده دیدم، میگه خب در فردا در مکتبم سرسین بگیرم، میگه همین گپی از من، هر کس که همین گپ من رو گوش نکنه یک لتو گپ. خب این حل مذاکره نیست، این حل تعارض نیست، این زورگویی است.
و یا این که نه نگاه کنه باز امیر یک مثال برمیگردم در خانه که پدر مادر با سر یک مسئله اختلاف نظر داره، مادر گریان میکنه نه شما میگه بعد ما باید چه باید چیزی که من میگم، خب پدر میگه خیرم تو گریان نکن میگه است. خب این باعث میشه خب دختر خانواده ای رو میبینه الگو میگیره و یاد میگیره الگو گیری که در برنامه قبلی گفته بودیم. خب این الگو میگیره سبا که رفت سر صنف خود، خب یک همکلاسی از و همسنفی از ممکنه یک مداد زیر بگیره یا یک تشریر بزنه یک هول بده با شروع میکنه در گریان کردن که خب اونا میگه خب خیرم تو گریان نکو بیامی دفتر از خوده، یا ممکنه مسخره کنه و یا ممکنه مثلا این بیشتر آسیب میبینه. بله. چرا؟ چون که یاد نگرفته که مشکل خود در چی رقم حل کنه. خب خانم علیزاده بزرگوار شما گفتید که از اولاد خودتون حمایت کنید. خب وقتی که مثلا دو تن اولاد با هم درگیر میشن، با هم دعوا میکنن بر سر یک مسئله، خب پدر و مادر که میخواد که از اولاد خودش حمایت کنه همیشه میره که از اولاد خود حمایت بکنه، دیگه اولاد نیازی نداره که یاد بگیره که چطور مذاکره کنه، چطور مسئله خود حل بکنه، میدونه که همیشه پدر یا مادرم است که از من حمایت میکنه. بسیار نکته اساسی اشاره کردین. ببینید اول اینکه باید یاد بدید چه رقم مشکل خود حل کنه. زمانی که او نتونست مشکل خود حل کنه یا طرفی که در او مشکل وارد کرده همسین فزو نبوده، من در مثالی که عرض کردم گفتم معلم استاد از او باعث شده که بچه مشکل پیدا کنه و یا مورد تمسخر واقع شده. خب این بچه شما اولاد شما چون بزرگتر است در او توهین نکرده در استاد خود. بله. گریان که شده آمده خانه در شما شکایت میکنه، اینجا شما میتونین از حق فرزند خود دفاع کنین و بیرین بگین چون شما استادین خب اولاد از من بی احترامی نکرده ولی خب آسیب داده به این شکل. ولی وقتی که بین خود است، وقتی که اولادا در خانه بین خود مشکل داره و یا با اولادای دیگر قوما که هم سن خود هسته هم ردیف خود هسته مشکل داره، اینجا هست که باید او یاد بده که چه رقم همین مشکل خود برطرف کنه. گاهی وقت در جمع مهمانی ها هست که شما دقت کنید که یک اولاد میای مادر جان یه اسباب بازی رو دم نمیده، میگین شما حمایت میکنین، بده بده همو اسباب بازی رو بده که بچه ما آرام شه. خب اشتباه است، باید بگه بچه ما برو خودت طلب کن، خودت بگو، خودت خواهش کن. خیلی فرق است دیگه، یک بچه با زور یک اسباب بازی میگیره، یک بچه خواهش میکنه. همین ممکنه همین اسباب بازی رو دم بدم چند لحظه که همجاست بازی کنم باز تو برمیگردونم، این خیلی فرق میکنه. و بیا وقتی که او رو داد یاد بگیره که تشکر کنه، اسباب بازی یک عروسک داده یک ماشین داده تشکر که دمت دادی، باز وقتی که بازی خلاص شد دهش پس میده تشکر میکنه. خب این باعث میشه که او رفتارها درست باشه. و یا وقتی که بین خود جنگ و جدالی میکنه، خب اولا که کلانتر باشه کوچکتر باشه، شما دولت خود یاد بده بچه من هیچ وقت در کلانتر خود بی احترامی نکن و همیشه در کوچکتر خود محبت کن. خب حالا مثلا شما یک اولادی دارین که بر فرض ما مثال میذاریم همین 8 سال هستن، خب خانه خواهر خود رفتین، او یک طفل 2 ساله داره، خب طفل 2 ساله خورتر است دیگه، حالا می باید کودک شما که 8 ساله هست با هم بازی میکنه و عروسک زیر میگیره. خب شما در طفل در کودک خود اگر یاد داشته یاد داده باشین که بچه من او خورد است، چون خورد است محبت کن که عروسک خود بدیم خورد است. خب این گذشت میکنه، محبت میکنه و اینجا تعارضی به وجود نمیاد، حل میشه تعارض. ولی اگر در کودک خود در خانه ببینه که همه چیز باید بکشه بگیره، خب قطعا او عروسک نمیده و باعث مشکلات و اختلاف بیشتر میشه. پس بنابراین یاد بدین که چجوری بین خود اولاد ها اختلاف خود را حل کنه، همیشه به بزرگتر احترام باشه و کوچکتر محبت باشه. در این قسم اگر باشه اختلاف کمتر است، ولی زمانی که دیدین که کودک شما نتوانست یعنی قدرت و توان رو نداشت که از خود دفاع کنه، ممکنه طرف خیلی بزرگتر باشه و یا مثل اون مثالی که گفتم استاد باشه و خب نتونه در قبال از اون صحبتی گپی بزنه، اینجاست که کسی باشه که بزنه اولادو دیگه بزنه لتوکوب کنه. بله خیلی وقتا در سینپ هاست که یک اولاد قلدر است که کلگی بچه های سینپ لتوکوب میکنه. خب دیگه اینجاست که باید پدر مادر ساکت نباشه و از حق اولاد خود دفاع کنه. این گپی بود که در مورد حمایت و کنترل مراقبت گفتیم. خب حالا میرسیم به نقش دیگه پدر و مادر که نظارت است و کنترل. مثال قبلی که خدمت شما عرض کردیم، خب همین رو بگم که نظارت در کودکی که گفتیم که به صورت مستقیم است، ولی در نوجوانی نظارت بسیار به صورت غیر مستقیم است. نظارت در دنیای امروز بسیار شدیدتر است. چرا؟ چون که گفتیم با رشد تکنولوژی و فضای مجازی و ارتباطات جمعی شما بسیار باید مراقب اولادای خود باشید و مخصوصا در سن نوجوانی بسیار لازم است که مراقبت داشته باشین و گفتم بسیار نامحسوس
مستقیم نباشه که اولاد شما با شما جبهه میگیره و قطعا تاثیرگذار نیست. خب نظارت چند قسم است. اول نظارت گفتیم در عصر امروز نظارت در ارتباط مجازی هست، چون نوجوان شما وقتی یک تبلت، یک گوشی، یک موبایل دستی از او است، دیگه شما نمیدانید چند تا دوست داره. بله. و این میتونه یکی نم فهمیم که دوست او سن سالش چقدر است. چقسم دقیقاً دوست از او چه سن است؟ دوست از او با چه فرهنگ است؟ دیگه مثل گذشته نیست که دوستای اولادای ما یا قوما بود، فامیلا بود، یا همی همسایه ها بود دیگه. بله. ما میشناختیم دیگه این دختر، این بچه از این خانواده، همسایه قوم است، میدونستیم که اولاد ما با کی در ارتباط است. ولی الان با داشتن یک گوشی، یک موبایل، دیگه ما دوستای اولادای خود نمیشناسیم که در کدوم سر دنیا هست، دیگه قابل کنترل نیست که بدونیم. بله. پس بنابراین باید چیکار کنیم؟ پدر مادر چه رقم نظارت داشته باشه؟ اینجاست که ما یک پیشنهاد میدیم که اول اینکه وقتی که شما یک گوشی، یک موبایل، یک سیم کارت در اختیار نوجوان خود قرار میدین، قبل از او آموزش بدین. بچه ما وقتی تو وارد فضای مجازی میشه یا می دنیای اینترنت میشی، هزاران دوست و هزاران دشمن پیدا میکنی. چرا؟ خیلی ها همینطور که در خیابان، در کوچه و بازار شما دوست میبینین، که قاتل میبینین، خیلی کسا هستی که حریم ها را رعایت نمیکنه و بسیار آسیب میرسانه، اینا قابل رؤیت شما میبینین، ولی در فضای مجازی هم همینا وجود داره و شما اونا نمیبینین. و برعکس ممکن یک نقابی از دوستی و خیرخواهی در قالب بزن. دوستی وارد میشه اینجور آدم ها، در قالب دوستی وارد میشه، طرح دوستی با شما میریزه، ولی در اصل دشمن شماست و باعث آسیب رساندن شما میشه. این دولت خود آموزش بدین که همه دوستی هایی که در فضای مجازی ایجاد میشه دوستی های سالم نیست. آدم هایی هستن مریض، بیمار، دوست، آدم هایی هستن که مشکل دارن، آسیب میرسانن به بقیه، ولی در فضای مجازی به قولشون با یک نقاب بسیار آرام و دوستانه وارد میشه و قربانیان خود اینطوری انتخاب میکنه. پس به نوجوان خود آموزش بدین که با تردید وارد این دنیا شه و به همچین یک دید مثبت نداشته باشه. و یکی دیگر، یک راه حل دیگر، این که محدود کنین، یعنی نباید 24 ساعت گوشی دست اولاد نوجوان شما باشه، باید ساعت مشخص داشته باشه. مثلا در شب ها محدود بشه، وقتی که آخر شب میشه، لامپ خانه خاموش میشه و ساعت خواب خانواده است، شما یه مادر همه گوشی های اولاد خود جمع میکنی و در اتاق خود قرار میدی، کلی گوشی ها خاموش، اینترنت خاموش، در اتاق خود قرار میدی. از این ساعت دیگه کسی حق نداره گوشی روشن باشه، آخر شب کسی حق نداره با گوشی و یا با اینترنت کار کنه. این خیلی تاثیرگذار است. بله. که اولاد خود بفهمه که من کنترل میشم، من مجاز نیستم که تمام ساعت سر اینترنت باشم، در روز یا پیش مثلا 2 ساعت 4 ساعت، در آخر شب به هیچ عنوان. خب علیزاده، این دیگه میطلبه که پدر و مادر سعی کنن خود بروز بکنن، هوشیار باشن نسبت به پدر به اولادای خودشون. بله. برخی پدر مادر اصلا میگن که خب من که سواد ندارم، یک گوشی موبایل برای اولاد خود میگیره دیگه خلاص. بله. و این واقعا آسیب رسانه. بله. اگر در حد 3 دقیقه یک جنبندی بفرمایید تشکر. خب انشالله که باز ادامه نظارت در برنامه بعدی انشالله خواهیم گفت. ولی خب گفتیم در دنیای امروز که پیشرفت تکنولوژی کرده، بسیار رشد سریع پیدا کرده، نظارت والدین هم بسیار سخت‌تر است و باید آگاهانه تر، هوشیارتر و بسیار با دقت و ظرافت، میخوام بگم با دقت و ظرافت، انشالله این نظارت رو داشته باشد از سر اولادای خود، و مخصوصا زمانی که اونها دسترسی پیدا میکنه به اینترنت و فضای مجازی، بسیار مراقبت میخواه. و اولین شرط این که خود پدر و مادر این آگاهی رو داشته باشه و آشنا باشه با فضای مجازی. بله. وقتی آشنا نباشه، خب اولاد میگه پدر مادر ما خود که سر در نمیاره، چی میفهمه دیگه، هر جای رفت. باید آشنا باشه. بله. یک مقدار سخت به نظر میسه برای پدر مادری که سواد نداره. بله. ای که گوشی را یاد بگیره، اینترنت یاد بگیره، و گاهی اوقات نیاز هست که یک سری نرم افزارها و اپلیکیشن های برای گوشی نصب شوه برای نظارت داشتن، اینها رو یاد بگیره سخت است. ولی خود دیگه وظیفه پدر و مادر ما ایجاد میکنی سختی ها رو هم. اگر سن خیلی بالا باشه و تمام یادگیری نداشته باشه، یک دایی، خاله جوانی. بله. یا از بین اولادا کلانترش که مورد اعتماد هست برای زو، او رو بگه که شما نظارت کن. بله.
یا یک دایی جوان که خانه آمده می گوشی بچه رو بدین شما یک نظارت بکن، مگه نمیفهمی که این بچه چیکار میکنه با می گوشی؟ درسته خانم علیزاده، این بحث بسیار بسیار مهمه و ما میخوایم که انشالله در برنامه آینده هم شما در مورد انشالله ادامه همین بحث است. پس این قول از شما میگیریم که انشالله برنامه آینده بینندگان عزیز موضوع ما انشالله همین مسئله نظارت و کنترل اولاد خود بود، چون مسئله بسیار مهمی است و نیاز است که بسیار دقیق‌تر به این موضوع پرداخته شود. بینندگان عزیز و محترم، به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. یک دعای بسیار زیبا را از صحیفه سجاده تقدیم شما عزیزان میکنم. ای خدای من، کسی را که جز تو عطا کننده نمیابد ناامید نکن، و کسی را که از تو به احدی غیر از تو بینیاز نمیشود، خوار و بیار رها نکن. الهی آمین. به امرای کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام